سرخط خبرها اتحادیه اروپا چاره جز گفتگو با طالبان نداریم. هشدار سیایی درباره بازگشت دوباره القاعده در افغانستان. ربونی: انبار شراب متعلق به من نیست. طالبان جنگ تبلیغاتی کسی فرا انداخته. رئیسنی پوتین و عمران خان درباره افغانستان. و ارتش پاکستان در محاصره جبهه مقاومت در پنجشیر. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. ویدیو را لایک و چینل را سابسکرایب نمایید. اتحادیه اروپا چاره جز گفتگو با طالبان نداریم. اتحادیه اروپا میگوید که بحران در افغانستان هنوز با قوت خود باقی است و این اتحادیه برای فرصت تاثیرگذاری بر رویدادهای چاره جز گفتگو با طالبان ندارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 23 سنبله در مقهل پارلمان اروپا گفته است که بروکسل تلاش دارد تا با دولت‌های عضو هماهنگی را برای حضور دیپلماتیک در کابل به عمل آورد. او افزوده است بحران افغانستان تمام نشده است. این در حال است که پیش از این اتحادیه اروپا معیارهایی را برای برقراری مجدد کمک‌های بشردوستانه و روابط دیپلماتیک با طالبان تعیین کرده بود. احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون از جمله مهمترین شرایط مطرح از سوی وزارت خارجه اتحادیه اروپا برای تعامل و برقراری ارتباط دیپلماتیک با طالبان مطرح شده بود. با این حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه بار دیگر به معیار حقوق بشر به عنوان یکی از خواسته های این اتحادیه از طالبان اشاره کرده است. او در عین حال اعلام کرد که انتظار ندارد موج مشابه سال 2015 از پناهجویان که از جنگ سوریه گریخته بودند از افغانستان راهی اروپا شود. هشدار سیایی درباره بازگشت دوباره القاعده در افغانستان. معاون اداره استخباراتی مرکزی ایالات متحده آمریکا یعنی CIA میگوید که گروه داعش و القاعده در پی برگشت به افغانستان هستند و نشانه های واضح از تحرکات القاعده در افغانستان آغاز شده است. معاون اداره استخبارات آمریکا در یک نشست مقام های استخباراتی در بیرون از شهر واشنگتن دی سی گفته است که نشانه های واضح وجود دارد که تحریک القاعده در افغانستان آغاز شده و هشدار داد که شبکه القاعده ممکن است تا یک سال دیگر خود را در افغانستان بازسازی کند. این مقام استخباراتی آمریکا افزوده است که آمریکا از نزدیک فعالیت این شبکه را زیر نظر خواهد داشت. مقام های استخباراتی ایالات متحده در مورد شخصیت های مشخص القاعده که راهی افغانستان شده و اینکه چگونه و از کجا وارد شدند جزئیات ارائه نکردند. اخیرا یک ویدیوی منصوب به امیر حق از طریق آنلاین نشر شد که وای بلنگرهار برگشته است. امین الحق یکی از افراد وابسته به شبکه القاعده است که در جریان جنگ در منطقه تورابوری ولایت ننگرهار با اسامه بلنادل بنیانگذار القاعده یک جامعه جنگید. در عین حال برخی سازمانهای استخباراتی دیگر شک و تردید دارند که سایر رهبران القاعده که در ایران به سر میبرند مانند سیف فرد شماره دوم القاعده نیز ممکن به افغانستان برگردد. هشدار مقامهای استخباراتی ایالات متحده مبنی بر بازگشت القاعده به افغانستان در حال صورت گرفته که برخی تحلیلگران نیز هشدار دادند که افغانستان ممکن است بار دیگر به پناهگاه امن گروههای تروریستی مبدل شود. هماهنگ کننده تیم سازمان ملل متحد که گروه داعش القاعده و طالبان را زیر نظر دارد روز جمعه در یک بحث آنلاین در مورد برگشت گروههای دهشت افغان به افغانستان گفت که در این مورد هیچ شک وجود ندارد. او افزوده است اعضای این گروهها برای بازگشت به افغانستان هیجان زدند. با این حال مقام های استخباراتی آمریکا هشدار دادند که با تسلط مجدد طالبان حامیان داعش و القاعده تلاش دارند به افغانستان برگردند و خود را تقویت کنند. ربانی: انبار شراب متعلق به من نیست. طالبان جنگ تبلیغاتی کثیف برا انداختند. صلاح‌الدین ربانی در واکنش به ویدیوی منتشر شده توسط طالبان به وی گفته که طالبان جنگ تبلیغاتی علیه مخالفان خود را آغاز کرده است. به گزارش اسپوتنیک صلاح‌الدین ربانی از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر پیشین امور خارجه افغانستان ویدیوی منتشر شده منصوب به خود را رد کرد. روز گذشته ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ادعا می‌کرد
یک انبار بزرگ مشروبات الکلی در خیابان ده در وزیر اکبر خان وجود دارد، جایی که خانه صلاح الدین ربانی در آن قرار دارد. در این ویدیو یک عضو طالبان به نام جنرال مبین ادعا می کند که خانه متعلق به صلاح الدین ربانی است و این انبار در داخل خانه او است. با این حال ربانی این ادعا را رد کرد و گفت که طالبان جنگ تبلیغاتی علیه مخالفان خود را آغاز کرده است. وای افزوده که انبار متعلق به خانه او نیست، بلکه متعلق به سفارت چک است و متعلق به آنها است. ربانی اقدامات تهیه کننده ویدیو را خلاف قانون اساسی خوان و تبلیغات منفی علیه او را تهمت خوان. پوتین و عمران خان درباره افغانستان ریزنی کردند. نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور فدراسیون روسیه برای دومین بار در کمتر از 20 روز گذشته و همزمان در آستانه نشست سران سازمان همکاری شانگهای به صورت تلفنی آخرین تحولات افغانستان و تقویت روابط دو جانبه را بررسی کردند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از ایدنا، با استناد از منابع رسمی پاکستان، پوتین و در آستانه شکست شانگهای که قرار است از روز جمعه 26 سنبله با میزبانی تاجیکستان برگزار شود، تای تماس تلفنی با عمران خان نخست وزیر پاکستان پیرامون مناسبات دو کشور، مسائل منطقه به ویژه افغانستان و گسترش همکاری های منطقه در قالب سازمان شانگهای گفتگو کردند. این دومین تماس تلفنی سران پاکستان و روسیه در کمتر از 20 روز گذشته محسوب می شود. طرفین سیوم سنبله امسال نیز درباره افغانستان و همکاری های دو جانبه ریزنی کرده بودند. دفتر نخست وزیر پاکستان امروز در اطلاعیه به نقل از اظهارات عمران خان اعلام کرد نخست وزیر پاکستان با پوتین درباره افزای افغانستان، رابط دو جانبه اسلام آباد، مسکو و همکاری ها در سازمان شانگهای گفتگو کرد. در این اطلاعیه آمده است عمران خان بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان برای امنیت و رفاه منطقه تاکید کرد. وی همچنین خواستار کمک های بشردوستانه فوری به افغانستان و لزوم جلوگیری از بحران اقتصادی در این کشور شد. همچنان به نقل از رزاق مامون، ارتش پاکستان در دره های شمال هندوکش به بن‌بست افتاده است. گزارش ها عمدتاً از منابع محلی می رساند که واحدهای عملیاتی پاکستان و شبکه اقونی در تثبیت و تصرف قرارگاه های مرکزی ارتش مقاومت شکست خوردند. در موج اول یورش، خط جاده ولایت پنجشیر را به همکاری زنجیره‌ای از ستون پنجم پنجشیری شامل جنرال جرت، گروه حکمتیار، مولوی های آموزش دیده در کراچی و افراد وابسته به حزب التحریر اشغال کردند. اما هدف اصلی دستگیری احمد مسعود و فرماندهان ارشد مقاومت ملی بود که به جایی نرسید. همکاری جنرال جرت ضربه سخت به بدنه مقاومت وارد کرد. دست کم انبار مهمات بزرگ در پارنده را به دست دشمن داد. با این حال هنوز یک ماه سپری نشده است که پاکستان توان سفرسازی مقاومت در پنجشیر را از دست داده و در نایی آبشار و پریان هم مرز با خواک پیشتر نیروهای پیاده خود را از دست دادند. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید.